روز گذشته فروش فله‌ای به سقوط بیش از 3% از ارزش سهام در بازارهای جهانی انجامید. بهای نفت پایین آمد ولی قیمت طلا به شدت افزایش پیدا کرد. بهنام ناطقی از نیویورک با ماست و گزارش می‌دهد. بهنام، واهمه تاثیر گسترش کرونا، ویروس کرونا و قرنطینه بر فعالیت‌های اقتصادی در همه جهان تقاضا برای نفت و گاز رو هم طبعا کاهش داد، ولی طلا دیروز به بالاترین سطح خود در 7 سال اخیر رسید، همونطور که اشاره کردید. در پایان معاملات در بورس نیویورک شاخص اصلی داو جونز معادل 1029 واحد پایین اومد، سقوطی معادل 3.6%. کمتر پیش میاد که سهام همه 30 شرکت عمده صنعتی تشکیل دهنده شاخص داو جونز همزمان با سقوط قیمت روبرو بشن. شاخص گسترده تر S&P متشکل از سهام 500 شرکت آمریکایی هم 3.4% سقوط داشت. سهام شرکت های تکنولوژی پیشرفته تشکیل دهنده شاخص نزدک هم 3.7% پایین اومد. ابتدا سهامداران بزرگ که در اثر افزایش اخیر قیمت سهام درآمدهای هنگفت به جیب زدند، سهام خود رو روانه بازار کردن که سودها رو حفظ کنند. سهامدارای دیگه هم دنبال اونها. پیش بینی کارشناسا ادامه روند فروش در بازارهای بورس است به این صورت. اما به محض پیدا شدن درمان یا یافتن واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا، شما با بازاری روبرو خواهید شد که در آن داو جونز روزانه افزایشی بیش از 1000 واحد داشته باشد و همه به سرعت به بازار برمیگردند. این کارشناس توضیح میده که سقوط شاخص‌ها ناشی از رشد منفی تولید ناخالص ملی هست، به خصوص در چین که در گوشه و کنار جهان تنین انداز میشه. چین که رشد سالانه 12% رو در سالهای گذشته تجربه میکرد، حالا رشدش به 6.7% پایین اومده، ولی از دید کارشناس‌های اقتصادی ممکنه شاهد رشد منفی باشه. شاخص ها در بازارهای اروپا هم به شدت فرو افتادن. البته امروز ساعتی پیش شاخص در آمریکا 0.4% بالا رفت و وال استریت جورنال نوشت که بازارها تثبیت شدن. شاخص بازار فرانکفورت برای دیروز، شاخص داکس 0.3% پایین اومد و در آسیا هم شاهد افول مشابه در شاخص ها بودیم. ترس از این است که ویروس کرونا باعث تضعیف پایدار در اقتصاد جهان بشود. بهای نفت و گاز هم به این ترتیب پایین اومده، در حالی که سرمایه‌دارها به سوی دارایی‌های مطمئن به خصوص طلا رو آوردن که دیروز ارزش اون بالا جهید به اونسی 1672 که از سال 2013 تا کنون بی‌سابقه بوده.